فرهنگی که بین آشور و اورومانها در هزار اول پیش از میلاد اتفاق افتاده رو با قرار هست بررسی بکنیم. البته در ابتدای هم من یه نکته رو خدمتون بگم و اون که این موضوع عملا یک موضوعیه که حرکت روی در واقع لبه تیغ حساسیه که گاهن و تا به امروز خیلی پیش اومده که دانشمندان بسیاری در این مورد به اشتباه افتادن و اون اینی که در این بازه زمانی ببینید هنر غالب و در واقع غلبه هنری تصویری و هژمونی آشوری ها بسیار غالب هست در کل فرهنگ های همجوارش. منتها این عملا نباید به این معنا باشه که فکر بکنیم هر آنچه که هست آشوره و بقیه در واقع موجودیتی ندارن و ما همه رو با ذره‌بین آشور باید بررسی بکنیم. آشور رو باید بشناسیم به دلایلی که در ادامه خدمتون خواهم گفت و بسیار اهمیت داره در یک شناخت دقیق و درست ما از یعنی در درک ما از هنر هزار اول پیش از میلاد در حالا همسایه های غربیش ماد و مانا و اورارتو حالا همسایه شمالیشونه، ولی معناش نباید این باشه که پس هر آنچه که از آشوره و اینا موجودیتی از خودشون ندارن. یعنی ما در حین اینکه برای درک هنر اینها نیاز داریم که هنر آشور رو بشناسیم، در همان زمان در همان حالت باید حواسمون به این باشه که هنر در واقع بومی اینها رو هم نادیده نگیریم و باید سعی بکنیم که اون عینک در واقع آشور رو خیلی زیادی روی چشممون نگه نداریم. در اسلاید بچه ها میبینیم که یک گستره عظیمی از هنر از جغرافیایی که تحت سیطره مستقیم یا تحت نفوذ آشوری ها بوده در هزار اول پیش از میلاد رو میتونید در این اسلاید ببینین که بخش عمده کشور عراق، بخش کشور سوریه امروزی، بخشی از کشور ترکیه و تا حوزه یونان از این ور باز برمیگرده تا سمت مصر رو تحت شعاع خودش قرار میده و یک در واقع هم از نظر زمانی بازی زمانی طولانی و هم از نظر جغرافیایی یک گستره جغرافیای زیادی رو پوشش میده و در همان حال در واقع در همه این کشورها در طول سه سده اخیر حفاری های بسیاری انجام شده و ما در واقع مدارک تصویری، متون و در واقع اطلاعات بسیار زیادی رو از آشوری ها و در واقع کاوش های باستان‌شناسی آشوری، متون آشوری داریم و این باعث شده که در واقع یک منبع شناسی بسیار عظیمی در جلوی ما گسترده باشه که ناگزیر هستیم ما به اینکه این هنر رو، این پادشاهی رو بشناسیم و در تفسیرها اون خواه نخواه از اینها استفاده بکنیم. در اسلاید بعد اگر دوستان لطف کنن اسلاید بعد رو، بله، ببینید در این تصویر شما میبینین که این دو تا صحنه‌ایه که در واقع برای خیلی از ما آشناس، اون صحنه کاوش‌هاییه که در یکی از محوطه آشور اتفاق افتاده و صحنه دومی اون تصویریه که در واقع دارن یکی از این نقش‌برجسته‌های عظیم رو به موزه بریتیش میوزیم منتقل میکنن و خب این انتقال این مجموعه ها در سده 17 و 18 به مجموعه های موزه های مثل بریتیش باعث شد که خیلی اینها بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و مطالعات اینها بسیار زودتر از فرهنگ‌های همزمانشون شروع بشه. در اسلاید بعد شما یکی از دو گونه از در واقع مدارک زبانی که در جغرافیا شو به وفور پیدا شده، گل نوشته ها و استوانه هایی که در جغرافیا آشور پیدا شده، همچنین در اسلاید بعد استل هایی که از شاهان آشوری به یادگار مونده رو میتونیم ببینیم. همه اینها حاوی تصاویر و مدارکی هستن که در واقع ما رو بیشتر آشنا میکنه با
هر آنچه که در جغرافی آشور اتفاق افتاده بود یا بهش اعتقاد داشتن. در اسلاید بعد شما میتونین گستره مطالعات متون در جغرافی آشور رو ببینین که یکی از قدیمی ترین که کارهایی که نوشته شده و تا الان هم در متون باستانشناسی و پژوهش هایی که انجام میشه بهش ارجاع داده میشه، کار معروف لاکنویل 1926 و 27 دو جلدی که در مورد متون آشوری و بابلیشون تدوین کرده و از توی دانشگاه شیکاگو منتشر شده، تا به سال گذشته که اون سری که الان در واقع The Royal Inscription of the Neo-Assyrian Period که به رینپ در واقع مخففش شناخته شده، که الان در مورد هر کدوم از شاهان دوره آشور نو شما میبینین که یک کتاب تدوین شده و مثلا همین رنس که الان اینجا اومده یکی از مثال هایی که در واقع جدیدترین نسخه از این سری انتشاراتی که مربوط به سارگون دو هستش. برای همین شما میبینین که در طول یک قرن و البته بیشتر از یک قرن، منتها ما این دوتا منبع معروف رو آوردیم که نشون بدیم که در واقع چه گستره طولانی در مطالعات متون آشوری طی شده و طبیعتاً همین امروز هم این مدارک آشوری همچنان داره اضافه میشه. در همین نشست امروز آقای دکتر علی بیگی به ما در مورد اصطلاحایی که در حوزه غرب ایران از آشوریا پیدا شده صحبت میکنن و خودشون در همین یک ماه اخیر یک کتیبه جدید از آشوریا پیدا کردن. در اسلاید بعد ما به عنوان مثال دروازه بالوات رو میتونیم ببینیم که اون نوارهای فلزی که رو این دروازه نصب شده بوده یک منبع تصویری بسیار مهمی رو از آشوریا و از لشکرکشی های اونا به ما نشون میده و در واقع یکی دیگه از انواع مدارکی که در واقع هنر آشوریا رو به ما معرفی میکنه. در اسلاید بعد شما یکی از نقش برجسته های آشور رو میبینین که شاه آشور رو سوار بر اسب در حال تاختن نشون میده و خوبی این چیزی که ما در مورد هنر آشور میخوایم صحبت بکنیم، خوبی ماجرا به اینه که اکثر اینها کتیبه دارن، یعنی حتی بازه زمانی که ما برای اینا میتونیم محدود بکنیم، حتی میتونیم بگیم این مال کدوم در خیلی هاشون این اتفاق میفته که ما میتونیم حتی بگیم مربوط به کدوم یک از پادشاهان آشوره و این به ما کمک میکنه که حتی سیر تحول هنری رو در این دوره زمانی به خوبی بررسی بکنیم، مثلا بدونیم که کدوم المان ها از چه زمانی وارد میشن، چه فرم هایی تغییر پیدا میکنه و به خوبی در واقع بتونیم کرونولوژی هنر آشور رو بشناسیم و این باعث شده که ما خیلی وابسته به هنر آشور باشیم در تحلیل هنر همسایگانشون. منتها عرض کردم که اون شرط که اول عرضم عرض کردم رو حتما باید در نظر داشته باشیم. اسلاید بعدی یکی از صحنه‌های در واقع مراسماتی که در جامعه آشوری یا در دربار آشوری اجرا می شده رو به نمایش میگذاره، بنابراین به ما کمک میکنه که ما سنت های غالب در جامعه آشور رو بشناسیم، که البته این سنت هایی که اینها به تصویر کشیدن صرفا سنتی نبود که مربوط به آشوری ها باشه و اگر ما جای دیگه پیداش میکنیم فکر کنیم که این فقط یعنی کپی از اونها بوده، بلکه برخی از این سنت ها سنت های مشترکی هستن که در خیلی از جوامع همزمان اینها اجرا می شده، منتها مداری که خوب تصویریش رو میتونیم از هنر آشوری ها پیدا بکنیم. توی اسلاید بعدی موقعیت پادشاهی کوچک مانا رو داخل یک دایره سفید رنگ در کنار امپراتوری آشور میتونیم ببینیم. خب از نظر جغرافیایی موقعیتشون رو اینجا دیده میشه و در واقع اون محدوده کوچکی که در مقایسه با آشور اینها باهاش در واقع توش زندگی میکردن و همسایگان اینها اوراتوها، مادها و خب پادشاهی کوچکی بوده، طبیعتا خیلی قدرت سرشاخ شدن با آشوریا رو نداشته، ولی در کشاکش درگیری هایی که اوراتوها، آشوریها، مادها داشتن، مانا هم این وسط سعی کرده با یک سری تفاهم ها، با یک سری در واقع اینکه وزنه تعادل رو بتونه نگه بداره،
موجودیتش رو خودش رو حفظ کرده و عملا یک موجودیت فرهنگی، حالا خیلی نمیتونیم بگیم مثلا یک نیروی قدر نظامی داشته یا یک کشم از نظر سیاسی خیلی عنصر تاثیرگذار عجیب غریبی بوده، ولی مدارک هنری که از اینا باقی مونده نشون میده که اینها برای خودشون به یک هسته منسجم رسیده بودن که میتونستن عرض اندام کنن. توی اسلاید بعدی ما میبینیم که در واقع تاریخچه از مدارک جغرافی تاریخی مانا رو میتونیم مرور بکنیم که عمدتا بر اساس متون آشوری. دوستان اگر اسلاید رو لطفا عوض کنن، ما در 843 قبل از میلاد هست که برای اولین بار نام ماناها رو در متون آشوری در دوره شلمنصر سوم، در دوره پادشاهی شلمنصر سوم میبینیم که در واقع وارد ایالت ملخی مانایی شده که مکتوبی نامی بر اون حکومت میکرده و بعد اشاره میشه که پایتخت اینها ایزیرتو بوده. دوستان لطف کنید اسلاید رو عوض کنید. جامل. بعد اتفاقاتی که در حمله اوراتوها به ماناها افتاده و در متون آشوری مجددا گزارش شده، یا در 737 به شخصی به نام ایرانزو که یکی از حاکمان مانایی بوده، یا در اسلایدی بعد این میبینیم که در 716 و 17 پیش از میلاد این فرزندش عزب حکومت رسیده و بعد برادرش اولوسونو میاد قدرت رو در دست میگیره و در 714 پیش از میلاد باز در اون گزارش لشکرکشی که در واقع به جغرافی ماناها و جغرافی زاگروس به طور کلی انجام شده اطلاعاتی رو در مورد ماناها میبینیم. همچنین در اسلاید بعد که در دوره آشوربانیپال در 664 و 63 پیش از میلاد نام آخسری آورده میشه و بعداً دو تا پادشاه دیگه به اسم اوعلی و اریسینی رو به عنوان حاکم و ولیعهد مانایی رو در متون آشوری میشناسیم و در اسلاید بعد در واقع آخرین اشارات به مانایی ها در 616 پیش از میلاده که با آشور علیه ماد متحد شده بودند و در اسلاید بعد. بنابراین میبینیم که ما بیشتر تکیه ما در مورد مانایی ها بر متون آشوری همچنان، و اینکه این تأثیر و تأثیراتی که حالا امروز ما در این یه مقدار بهش میپردازیم قبلا از سمت پژوهشگران مختلفی بررسی شده و مقالاتی در موردش نوشته شده، یانا مدویدسکیا، جان کورتیس، کارن ردنر و مهراد ملکزاده از جمله کسایی هستند که سهم عمده‌ای رو در واقع این پژوهش‌ها داشتن و مقالاتشون در واقع به این موضوع اختصاص پیدا کرد. در اسلاید بعد ما یکی از تصویرهای کاوشهای حسنلو رو می‌بینیم در که تصویر معروفی از کاوشهای لایه‌چهار حسنلو و در واقع یکی از مداریکی که این درگیری‌های شمال غرب رو به صورت مستند و ملموس از کاوشهای باستان‌شناسی ما نشون میده که بیش از 150 اسکلت از این لایه 4 حسن رو پیدا شده و مشخصا اینا در حال درگیری بودن. مطالعات بسیار مختلفی در مورد اینا انجام شده، از جمله اینکه در واقع مطالعات دی ان ای رو انجام دادن، سعی کردن بفهمن که کدوم گروه مهاجم ها هستن، کدوم گروهی بودن که در اونجا سکونت داشتن، و از نظر در واقع باستان شناسی حدسیات بسیار زیادی انجام شده که ساکنان لایه 4 کیا بودن و در نهایت اون کسایی که حمله کردن و اونجا رو نابود کردن اوراتوها بودن، آشوریا بودن، و در واقع این هر کدوم از این تئوری ها طرفداران خودشو داره. ولی در صورت اتفاقی که در واقع افتاد از این دست اتفاقات در هزار اول پیش از میلاد به گواه متون آشوری بسیار اتفاق افتاده و ما گزارش های لشکرکشی های سالانه رو داریم که در طی نامه ای از پادشاه آشور به دربار خدای آشور نوشته می شده و ما به صورت مدون اطلاعات جالبی رو از در واقع آشوری ها دریافت می کنیم در مورد موقعیت شهرها و حاکمانی که در زاگروس قرار داشتن. در اسلاید بعد شما
یکی از اسلاید تکرار میشه و میخوام اینجا به نقش اسب در واقع که همیشه یکی از موضوعاتیه که در کتیبه آشوری به عنوان غنایم که از حاکمان زاگرس دریافت میکردن، چه از مانایی ها چه از مادها از ایلیپی ها اشاره شده، برای اینکه زاگرس نشینان در واقع از تربیت کنندگان و پرورش دهندگان خوب اسب بودن و تمام این حملات و این لشکرکشی ها بر دوش این اسبان انجام شده و نقش بسیار مهمی داشتن. آقای دکتر معذرت میخوام، 5 دقیقه دیگه فرصت بیشتر نداریم. بله اسلاید یکی از صحنه های قلعه های آشوری رو نشون میده، از نینوا که فتح در واقع قلعه ها رو از سوی حاکمان آشوری نشون میده و یکی از مدل های قلعه هایی که در زیبیه پیدا شده و کارن رادنر و مرداد ملکزاده هر دو در این مورد مقاله نوشتن که یک سنتی بوده برای اینکه یک قلعه در واقع خودش رو از گزند حمله آشوریان نجات بده، این مدل ها رو می ساختن و درباره آشور هدیه می کردن. در اسلاید بعد شما دو تا تصویر می بینین، یکی از تله برسیب، اسلاید بعد لطفا، یکی از تله برسیب و یکی از قلایچی، تصویر کلیتش مشابه یه دو تا خانم بالداره، یعنی دو تا بانوی بالدار زانو زده هستن، منتها اون هندسه ای که در نمونه تله برسیب در بالها اجرا شده با اون آزادی که در اجرای تصویر بار در آجر لادار قلعه‌چی دیده میشه، اون تفاوتی که عرض میکنم باید بهش توجه بشه که اینا شاید کلیت هنر رو از تحت تاثیر آشوریا ساخته بودن ولی ذائقه بومی خودشون رو هم درش لحاظ کرده بودن. یا در تصویر بعد شما میبینین که تصویر بعد لطفا میبینین که یک صحنه ای رو از روی آجر لادار نمرود میبینیم که در پایینش اون نقشی که حالا نقش اصطلاحاً گیسباف بهش میگن به صورت کادر در واقع رعایت شده، اونجا اجرا شده و ما در قلعه‌چی همون نقش رو داریم که روی یک کناره یکی از آجرها اجرا شده و ما اگر این کلیت رو، تصویر کلی رو از هنر آشور نشناسیم عملا شاید ندونیم که اون آجر قلعه‌چی جایگاهش در اون بازسازی‌های تصویری چه میتونه باشه. در اسلاید بعد شما یکی از آجرهای لوابدار قلعه‌چی رو میبینین که یک ظرفی رو، یعنی یک ترکیبی از یه بدن شیر با یک سر نیمتنه انسانی که یک ظرفی رو در دستش نگه داشته، این موتیف تقریبا به صورت غالب بنمایه آشوری داره ولی شما میبینین اون چه که در دستش نگه داشته یک ظرف چکمی شکله به عینه در کاوشای زیویه به دست اومده و نمونه سفالیش رو ما از زیویه میشناسیم. یا در تصویر بعد مثلا اون دیوار نگاره هایی که برای تزیین دیوار استفاده می شده رو از محوطه آشوری تل مشایخ و از محوطه مانعی قلایچی می بینیم. در اسلاید بعد شما می بینیم که اون پلاک های لعابداری که برای تزیین دیوار استفاده می شده از تل بیلا و تل نیمرود از محوطه آشوری پیدا شده، این به اینش با تغییراتی که با ذائقه بومی در واقع اونا همخوانی داره از زیویه و حسنلو معرفی شده. در اسلاید بعد شما می‌بینیم که یک پیاله یا ظرف کوچک در واقع از لاجورده که دستش به صورت سر عقاب اجرا شده، نمونه آجی اون رو از دیاره تپه در جنوب شرق ترکیه می‌بینیم که یک محوطه آشوری هستش. من در واقع می‌خوام یک چشم اندازی از اون مشابهت‌های هنری رو با هم دیگه ببینیم. در اسلاید بعد شما یه آجی رو در قسمت بالای تصویر میبینین، ببخشید من فکر کنم اسلاید رو رد کردم، برمیگردین لطفا قبل از بله این اینجا شما اون سنگ هایی که کف محوطه ربط رو باشته از این کرده بودن که یه سری قلب سنگ های کف رودخونه‌ای هستن که کادرای یک در یک متر رو به صورت دایره متعدد مرکز ایجاد کردن. در سمت راست تصویر نمونه ربط رو میبینیم و در سمت چپ از تله برسیب نمونه مشابهش رو میبینیم. همچنین در اسلاید بعد
در این تصویر شما در قسمت بالا یک آجی رو از تلیم نیمرود میبینید که یک موتیف آشوریه و در محوطه زیویه و حسنلو هم مقدار زیادی آج به دست اومده. توجهتون رو به سمت چپ تصویر بالا جلب میکنم، در کنار اون سوراخی که وجود داره، نمیدونم اگر بتونیم ببینین، سه تا کوزه کوچک که کفشون در واقع ایستایی نداره و روی یه چیز قبل گرفتن رو میتونیم ببینین. اینو در ذهنتون داشته باشین تا بریم به اسلاید بعد. اسلاید بعد لطفا. ببینید این همین کوزه های کوچک لعاب داره که در این نقشه شما میبینین که در بیش از 16 محوطه تا حالا پیدا شده، 8 محوطه از ایران و به خصوص متمرکز در جغرافی ماناها و 8 محوطه هم در آشوریا. من در مقاله اینو به تفصیل بررسی کردم و نشون دادم که اینها در جغرافی مانا تولید می شده و در واقع بعدن این رو به عنوان سوغاتی یا هدیه یا هر چیزی می شود اسمش رو گذاشت به دربار آشور رفته، برای اینکه در اکثر محوطه آشوری یکی یا دوتا بیشتر از اینا پیدا نشده، ولی تا مانایی به وفور از اینا به دست اومده. و در یک مورد من میتونم محوطه چنگبار رو مثال بزنم که در واقع بیش از 40 تا از اینا پیدا شده. و اسلاید آخر رو فقط میخوام اهمیت شناخت هنر آشور رو برای تفسیر یافته هایی که از محوطه های هزار اول ایران به دست میاد بهتون بگم. نقش از نقش برجسته های خرس‌آباده که دو نفر دارن یک میزی رو حمل میکنن، منتها شما میتونید ببینید که قطعات که روی این میز استفاده شده از محوطه های زیوی و حسنلو پیدا شده. و مگر کلیت این نقش رو نشناسیم واقعا ممکن در تفسیر اینها اشتباه بکنیم. و من بهتون میتونم بگم که برای هر کدوم از اینا یک اسم اشتباه در دفاتر ما در موزه ها ثبت شده و این نشون میده که ما باید برای تفسیر این هنر هزار اول پیش از میلاد هنر آشور رو بشناسیم، ولی در این حال تاکید میکنم که خیلی نباید اغراق بکنیم در مورد هنر آشور و هنر بومی رو هم حتما در کنارش بشناسیم و در نظر بگیریم. خیلی ممنون، ببخشید اگر به طولانی شد. بسیار سپاس آقای دکتر، ممنون از سخنرانی بسیار زیبا و آموزندتون، خیلی لطف کردید. دوستان اگر سوالی دارن لطف کنن انتهای همه سخنرانی ها سوالاتشون رو مطرح بفرمایند تا اساتید بزرگوار سوالات رو جواب بدن. و لطفا از قسمت پیام ها صرفا برای پرسیدن سوال ها در انتهای سخنرانی استفاده کنن. ممنون و تشکر از آقای دکتر یوسف حسنزاده، عضو رئیس گروه پژوهش موزه ملی ایران، که در مورد این برهم کنش آشور نو و ماناها برای ما صحبت کردند. من صحبت رو میسپارم به آقای دکتر ملک زاده که مثل همیشه دغدغه مادها رو دارن و میخوان برای ما راجع به آشوریان و مادها سخنانی رو ایراد کنن. فقط آی دکتر ملکزاده چون اسلاید ندارن، به نظر تصویرش آی دکتر ملکزاده تشریف دارن، اگه تصویرشون رو بیارن که خیلی خوب میشه. آی دکتر ملکزاده، خب جان مرجولوت بله آی دکتر ملکزاده بفرمایید. صدای من رو داری دوستان؟ بله آقای دکتر، صدای شما رو داری. بسیار عالی. خیلی خیلی خوشحالم که امروز در خدمت دوستان هستم در نشستی با نام امپراتوری آشور از فراز تا فرود، و خیلی استفاده کردم از سخنان دوست و همکار جوانترم آقای دکتر یوسف حسنزاده، رئیس گروه پژوهشی موزه ملی ایران، درباره برهمکنش‌های فرهنگی میان آشور نو و ماناها در هزاره نخست پیش از میلاد. حسن این که آقای دکتر حسنزاده شروع کردن سخنرانی رو اینه که ایشون خوشبختانه تونستن، برخلاف من که آدم خوش سلیقه‌ای نیستم و پاورپوینت تهیه نکردم،
تصاویر خیلی دیدنی و در حقیقت دوست داشتنی رو برای ما نشون بدن و یه خورده ذهن دوستان و شنوندگان و مخاطبان برنامه رو با ارزش‌های بصری آثار امپراتوری آشور نو و سرزمین مانا که همروزگارمون بوده در اختیار علاقمندان قرار. خب من امیدوارم که صحبتام بعد از این دیدن تصاویر زیبا موجب ملال نشه. من تلاش میکنم که پاره اطلاعات تاریخی، فرهنگی و بعضاً باستان‌شناختی رو در مورد برهمکنش میان در حقیقت آشوری‌ها و مادها عرضه کنم. میدونید که در این زمینه صحبت زیاد شده، حرف خیلی زده شده، پژوهشگران بسیاری تقریباً اگر غلو نکنیم از حدود 150 سال 160-170 سال پیش به این طرف دارن در این زمینه پژوهش میکنن، مینویسن. خب با کشف دوباره فرهنگ های باستانی میانرودان شمالی با کاوش هایی که در شهرهای مهم قلمرو امپراتوری آشور اتفاق افتاد که آقای دکتر عبدی دوست همکار عزیز من گویا میخوان در همین زمینی از نینوا تا پاریس نظری بر تاریخ نگاری آشور برای شما صحبت کنن، انبوهی آگاهی های تاریخی نوپدید در اختیار پژوهشگران معاصر قرار گرفت. البته میدانید که آشوری ها هرگز به تمامی و به اخبار فراموش نشده بودند. یونانی های همروزگار شاهنشاهی هخامنشی و شاید حتی اندکی پیش از اون در منابع تاریخی خودشون به نسبه اطلاعات رضایت بخشی رو راجع به آشوری ها آورده بودن. برای مثال ما در قیاس بین آشور و اورارتو متن‌های باستانی یونانی، رومی و حتی مشرق زمینی، یعنی هخامنشیانی که شاید یک سده بعد از اورارتو ها در قلمرو اونها در حقیقت سیادت و سروری پیدا کرده بودن، اشاره‌ای به اورارتوها نمی کنن. یک جا در کتیبه میسمون در نسخه بابلی، اون هست شکلی بابلی، اون هستش که با لهجه بابلی اورشتو رو ما در کتیبه میسمون میبینیم، درست در جایی که در نسخه در حقیقت پارسی باستانش اسم ارمینه میاد و اشاره به ارمنی هاست. و جمله خیلی جالبی داره دیاکونوف در تاریخ ماد خودش، میگه تا پیش از اینکه شهرهای مربوط به قلمرو اورارتوها حفاری بشه، بر مبنای آگاهی‌های متن‌های آشوری ما فکر می‌کردیم که اورارتو یه پادشاهی کوچکی در شمال سوریه بود، ولی خب به یک باره آگاهی‌های شگفت‌انگیزی به واسطه کاوش‌های دامنه‌دار در قلمرو اورارتو در اختیار پژوهشگران معاصر قرار گرفت. حکایت آشور این چنین نبود، هرچند که کاوش‌های بسیار مهمی در دورشروکین باستان، شهر سارگون که نام امروزیش خوست‌آباد هستش، و در آغاز کاوش‌ها آنجا رو نینوا می‌پنداشتند، در خود تپه‌های نبی‌یونس، کویونجوک در نزدیکی شهر موسل کنی که آنجا نینوا واقعی است، یا در کلخو در حقیقت کله باستان که نمرود در حقیقت امروزی است، کاوش های بسیار زیادی انجام گرفت. کاوش کلاسیک از میانه دهه در حقیقت 1850-60 در سده 19 هم شروع شد و تا پایان سده 19 هم اوایل سده 20 هم درک مورخان و باستانشناسان از اهمیت امپراتوری آشور در حقیقت دگرگون شد. حالا آشوری ها فرصت کرده بودند به زبان خودشون با پژوهشگران معاصر صحبت بکنن، کتیبه های اونها خوانده شده بود، شهرهای اونها کاپیده شده بود، هنر اونها دیده شده بود. و عرض میکنم با اینکه در منابع یونانی اشارات خیلی زیادی در مورد امپراتوری آشور بود و یونانی ها می دونستن پیش از سیادت مادها و پارس ها بر مشرق زمین آشوری ها آقا و سرور مشرق زمین باستان بودن، اما به هر حال دگرگونی آگاهی ها به گونه چشمگیری بود. برای مثال یک فهرستی سیاهی از شاهان آشور که تسیاس کنیدوسی در اسیریکای خودش در کتاب آسوریک تهیه کرده، خب در پرتو کاوش‌های بعدی که از شهرهای آشوری انجام شد ما می‌دونیم که این فهرسته که تزیاس فهرست خیالیه. و باز در مقام مقایسه هم اکنون به واسطه کمبود کاوش‌های بسنده در لبه غربی فلات ایران و حتی مناطق درونی تر تا مرکز فلات ایران که در حقیقت موچن نخستینه مادها و قلب
فرهنگی مارت ها به مرکزیت ری هستش، آگاهی های ما درست درباره مارت ها شبیه موقعی است که کاوش شهرهای اورارتویی هنوز شروع نشده بود و بر مبنای نوشته های آشوری ها فکر میکردیم که اورارتویی پادشاهی کوچکی در شمال سوریه بوده. اکنون وضعیت مارت‌پژوهی هم از چشم‌انداز منابع دیگران برای ما روایت میشه، منابعی که شاید بعدها هخامنشیان در مورد اونها نوشتن، یونانیان هم روزگار هخامنشیان که در مورد نیاکان هخامنشیها و مارت‌ها نوشتن، و افزون بر اون آگاهی‌های بسیار بسیار در حقیقت مبسوطی که در متن‌های تاریخی آشوری نوشته شده. باز نقل میکنم از زنده یاد دیاکونوف که می‌نویسه که بازسازی سیر تاریخ مارت‌ها، سرزمین مارت، در فاصله سالهای 850 تا حدود 650 قبل از میلاد بر مبنای متنایی که آشوری‌ها برای ما به جای گذاشتن شدنی است، ممکنه، و این متن‌ها نه تنها کلیات بسیار بسیار مهمی رو از روند پیچیدگی‌های تطور فرهنگی در خاک ما در اختیار پژوهشگران تاریخ می‌نهن، بلکه گاه‌گاه پرتوی بر جزئیات بسیار مهم هم می‌افکنن. بنابراین دانسته است که مهمترین منبع آگاهی‌ها درباره پادشاهی ما نوشته‌های شاهان آشوری است، و در حقیقت اگر منابع مربوط به امپراتوری آشور نبود، هر آینه ما به واقع چیز زیادی از مات ها نمیدانستیم. از اینی که اکنون میدانیم هم کمتر میدانستیم، اما به هر حال خوشبختانه آن نگاه امپریالیستی که در امپراتوری آشور نو وجود میداشت و لشکرکشی های متعدد و متنوعی که آشوری ها به سرزمین های در حقیقت همسایه خودشون میکردن، به سمت شمال به جنگ اورارتو میرفتن، به سمت جنوب به جنگ بابل میرفتن، به سمت جنوب در حقیقت شرقی قلمرو خودشون به جنگ ایلام میرفتن، به سمت جنوب غربی سرزمین خودشون به جنگ اعراب قبایل اعراب میرفتن، غربی تر دو بار آشوری ها تونستن مصر رو تصرف کنن، در مناطق شمالی خودشون رو به در حقیقت مرزهای کشور ترکیه امروزی رسوندن و در دل آناتولی چندین در حقیقت پایگاه تجاری و اقتصادی و فرهنگی داشتن. آشوری ها تقریبا میشه گفت تمام کشور سوریه، اردن، عراق امروزی، جنوب ترکیه امروزی و فلسطین و لبنان در اختیار آشوری ها بود. شاید بعد از امپراتوری سارگون کبیر اکدی، امپراتوری اکد یکی از بزرگترین امپراتوری های پیش از شاهنشاهی هخامنشی در تاریخ جهانی امپراتوری آشور هستش. امپراتوری آشور تاریخ و تحقیق در مورد اون برای مورخان اهمیتی بسیاری داره. میدونیم که دستگاه دیوان سالاری بسیار پیچیده‌ای داشتند، مکاتبات اداری بسیار دقیق و منظمی داشتند، جاسوس‌هایی داشتند که در سرتاسر سرزمین‌های همسایه اونها به کسب اخبار می‌پرداختند. نامه‌های بسیاری از این جاسوس‌ها در کاوش‌های نینوا و شهرهای دیگه پیدا شده که برای شاه آشوری یا برای دستگاه استخبارات آشور فرستاده می‌شد. در حقیقت کتیبه های سلطنتی و سالنامه های فراوانی دارن که در کاخهای آشوری پیدا شده، خصوصا در کلخو و در نینوا و در دورشروکین و در سارگون دوم. استلها یا سنگ یادمان هایی دارن که دوتا از اونها شناخته شده تر بوده، از ایران پیدا شده، و چندین کتیبه و نقش برجسته صخره ای شاهان آشوری دارن. به هر حال مجموعه آگاهی هایی که در دوره امپراتوری آشور نو سالهای 911 تا 605 قبل از میلاد تولید شد بسیار بسیار مفصله. من میخوام دوستان مقایسه کنن با مجموعه مدارک مکتوبی که در طول دوره 220 ساله شاهنشاهی هخامنشی تولید شد، و برای مثال تنها متن تاریخی که ما میتونیم اندکی به آگاهی های اون دل خوش کنیم از روزگار شاهنشاهی هخامنشی، کتیبه 20 اونه که به فرمان داریوش بزرگ بر دل صخره 20 کنده شد، و ولی اطلاعاتی که از هخامنشیانی که تقریبا 100 سال بعد از یعنی در فاصله سال 612 قبل از میلاد
نینوا سقوط کرد در سال مثلا 512 قبل از میلاد. داریوش آقای تقریبا تمام مشرق زمین بود، داریوش یکم هخامنشی، و سودای در حقیقت حرکت به سمت یونان رو در سر می‌پرورد. اما متن‌هایی که هخامنشی ها متاسفانه تولید کردن یک هزارم متن‌های حق نیستش که در قلمرو امپراتوری آشور تولید شد. بنابراین پژوهشگران تاریخ بسیار بسیار وامدار آگاهی هایی هستند که آشوری ها برای ما به جای گذاشتن. در کنار اون ادبیات آشوری، نسخه های رونویسی شده از اساطیر کهن میان رودانی، مثلا قصه اوتنپیشتیم نوح سومری در حقیقت نه در جنوب میان رودان در قلمرو سومر، بلکه از نسخه ها و بازنوشت هایی که در دوره امپراتوری آشور نوشته شده بود به دست آمد. بسیاری از متن های مربوط به ریاضیات، حساب و هندسه، نقشه برداری، فلسفه، اخترشناسی باستانی میان رودانی رو ما مدیون متن های در حقیقت آشوری هستیم که از کاوش های شهرهای آشوری به دست آمده. موضوع مورد علاقه ما در این سخنرانی که امیدوارم که فرصت کنم مواردی رو از اون با شما در میون بذارم، ارزش و اهمیت، همونطور در آغاز صحبت گفتم، ارزش و اهمیتی است که منابع آشوری برای بازسازی تاریخ ماد دارند و آگاهی های بسیار بسیار جالبی رو در اختیار پژوهشگران میذارن. آشوری ها چندین و چند سلسله عملیات نظامی رو در سرزمین های شرقی خودشون به اجرا گذاشتن. در مورد لشکرکشی های آشوری ها به جنوب شرق و درگیری های اونها با ایلام موضوع بحث ما نیست، بنابراین اجازه بدین من به اون قضایا نپردازم. اما دو سلسله دیگه از لشکرکشی های آشوری ها، یکی علیه اورارتو و متحدان مادی مانایی اون انجام می گرفت که در قلمرو به کردستانات اتفاق می افتاد. این لشکرکشی ها و مناطق شمال غرب فلات ایران را پوشش می داد، به ویژه مثلا لشکرکشی بسیار مهم سال 714 قبل از میلاد، اصطلاحاً هشتمین لشکرکشی سارگون. دوستان میگن صدا مشکل داره، اگر دیگران هم برای من بنویسن صدا مشکل داره، شاید بتونیم یک تمهید دیگه بیاندیشیم. آقای باقرشاهی صدا مشکل داره؟ صدا نه خیلی خوبه آقای دکتر، صدا خیلی خوب میاد، منتفه میکنم دوستان بدون هنسفری گوش میدن. خانم دارا فرمودن که صدا مشکل داره، حالا دقیق خوبه آقای دکتر، همه نوشتن خوبه. خانم دکتر دارا الان صدای من چطوره؟ الان صداتون خوبه دکتر، الان بهتره. اینا صدا بهتر شد. بسیار بسیار. حالا به هر حال اگه دوستان مشکلی نداشتند و ما به هر حال می‌فرمایم شفاف و بدون نویز، خوشحالم. فکر می‌کنم که آخرین جملاتی که داشتم میگفتم درباره سلسله عملیات جنگی آشوری ها بود که یک مجموعه از این سلسله عملیات شامل در حقیقت درگیری پایان ناپذیر آشوری ها با امپراتوری اورارتو بود که از جمله مهمترین اونها به سال 714 قبل از میلاد لشکرکشی هشتم سارگون، اصطلاحا پهلوی هشتم، هر شاه آشوری موظف بود در هر سال سلطنت خودش یک پهلو، اصطلاحا یک لشکرکشی بزرگ انجام بده. در هشتمین سال سلطنت سارگون دوم آشوری که به سال 714 قبل از میلاد بر مبنای مطالعات و محاسبات تقویمی ما زمان یابی میشه، اصطلاحا لشکرکشی هشتم سارگون گفته میشه. اگر اغراق نکنم ده ها مقاله و چندین کتاب در مورد لشکرکشی هشتم سارگون نوشته شده. مسیر رو تلاش کردن پژوهشگران متعددی بازسازی کنند که او و سپاهیانش کدام مسیر رو پیمودن، چون این لشکرکشی از این جهت بسیار اهمیت داره که در حقیقت نقطه خط نیست به جاه طلبی های امپریالیستی امپراتوری اورارتو در نواحی جنوبی دریچه ارومیه و منجر به این میشه که بعد از اون اورارتو ها اصلا اهداف لشکرکشی های خودشون رو متوجه استان اردبیل کنونی کنند و در حقیقت به سمت مشرق، به سمت دریای مازندران حرکت کنند که ما کتیبه های امروزی نشتوان و سبیندل و رازلیب رو
نتیجه این میبینیم که فرزندان روسای اول امپراتور اورارتوکه در همین سال 714 قبل از میلاد شکست سختی از آشوری ها خورد و بنابر مدارک آشوری در حقیقت اقدام به خودکشی کرد و به قول متن آشوری دقیقا همچون خوکی زخم خورد به خورناس میکشید. این لشکرکشی هشتم سارگون از این جهت بسیار مهم. اما بخش بزرگی از دیگر لشکرکشی های شاهای آشوری تا این اندازه جاه طلبانه نبود، بلکه تیگلاتپیلسر سوم گویا پدر سارگون دوم و خود سارگون تلاش کردند که به از طریق شاهراه خراسان بزرگ، مسیر در واقع مواصلاتی که از یک چند هزاره قبل از اون هم شناخته شده بود، به یاد بیاورید که ما آثار حضور بازرگانان اوروکی، بازرگانان شوشی رو در گودین تپه در واسط عصر مفرق داریم با الواح در حقیقت پروتوسومری هم پیش از سومری که در اونجا پیدا شده. در طول شاهراه خراسان بزرگ تیگلاتپیلسر دست کم دو لشکرکشی بزرگ در سالهای 744 و 737 قبل از میلاد انجام داده. یکی از یادبودنامه های او به افتخار لشکرکشی سال 737 از جایی در این کشور ایران امروزی پیدا شده، در موزه اورشلیم اکنون نگهداری میشه و سارگون دوم به سر او تقریبا 19 لشکرکشی بزرگ به ایران کرد، برعکس پدرش که فقط 2 لشکرکشی کرد و 19 لشکرکشی کرد سارگون و در طول شاهراه خراسان بزرگ به مناطق خیلی شرقی‌تر راه پیدا کرد. او و همچنین البته تیگلاتپیلسر اشاره می‌کنند و بعد از اونها از سرحدیون در حقیقت نواده سارگون که در حقیقت او هم در شاهراه خراسان بزرگ پیش آمده منزل به منزل به کوه لاجورد، کوه لاجوردین، کوه بیکنی اشاره میکنن که توسط بیشترینه مجروشگران تاریخ جغرافیایی در حقیقت مناسبات ماده آشور با کوه دماوند در حقیقت یکسان شمرده میشه. مکانیابی ها به پیشنهادهای دیگه شده، ادله که مجروشگران در این زمینه آوردن هنوز چندان بسنده نیست. برای مثال لولوین و پیش از او کیونیک تصور میکردن که احتمالاً الوند کوه میتواند کوه لاجورد باشه، مشرف بر همدان که خب توسط دیگر پژوهشگران حمایت نشد این اندیشه و همکار دانشمند ما آقای دکتر سجاد علی‌بیگی در یک چند مقاله و پژوهشی که در سالهای اخیر خویشتن رو در حقیقت وقف مطالعات و روابط بین مادها و آشوری‌ها و بیشتر همت خودشون رو بر سر جستجوی حضور آشوری ها در ایران غربی کردن، ایشون اعتقاد دارن که احتمالاً کوه بیکنی میتواند یکی از ستیق مثلا کوههای ایران مرکزی باشد که به موازات زاگرس امتداد دارن و احتمالاً کوه کرکس. به هر حال این نظر هم هنوز چندان توسط قاطبه پژوهشگران موضوع مورد تایید و پذیرش قرار نگرفته. برآیند کنونی اینه که آشوری ها در خاک ماد تا نزدیکی های دماوند پیش آمدن. این قله برفین لاجوردی در حقیقت از مسافت های بسیار دوری دیده میشه. البته هیچ شاه آشوری هم ادعا نکرده که تمام قلم این نواحی رو تصرف کرده. جاه طلبانه ترین لشکرکشی که شاههای آشوری در دل ماد کردن لشکرکشی سال 674 قبل از میلاد از سرحدیونه که در کتیبه او احتمالاً اشاراتی به پارت شده در خراسان، در غربی ترین مرزهای خراسان و به سرزمین مازندران، پدشخارگر به شکل پتوشهره و کوه بیکنی در ارتباط با این دو موضع جغرافیایی که خب باز هم ما رو به سمت دماوند میبره که با مازندران تاریخی در ارتباط هستش و نه کوههای